درود به همه عزیزان. امروز قراره یه بررسی کنیم و ببینیم ماسفت چیه و چطور کار میکنه. لطفاً اگر این ویدیو رو دیدین و براتون مفید بود با لایک و کامنت از کانال علمی هوک حمایت کنید. بیش از هر چیزی به حمایت شما عزیزان نیاز داریم، چون واقعاً برای ساخت این انیمیشن ها وقت زیادی گذاشته شده. بریم سراغ اصل مطلب. ماسفت ها از خانواده ترانزیستور ها هستن، اما این وسط یک تفاوت مهمی وجود داره. برای مثال ترانزیستورهای BJT که در ویدیوهای قبل راجبش صحبت کردیم توسط پایه بیس کنترل میشه و تحریک پایه بیس توسط جریان صورت میگیره، اما ماسفت ها قطعه ای هستن که پایه گیتشون توسط ولتاژ تحریک میشه. به همین دلیل ماسفت ها در مدارهای امروزی بسیار کاربردی تر، سریع تر، کم مصرفتر و مناسبتر برای معیارهای تکنولوژی امروزی هستند. برای مثال در ماسفت نوع N-چنل دو نایه N که به ترتیب به پایه‌های درین و سورس وصلند. این دو نایه درون یک بستر از نیمه هادی نوع P قرار گرفتند. بین پایه گیت و بستر یک لایه خیلی نازک از اکسید سیلیسیوم وجود داره و روی این عایق یک الکترود فلزی قرار داره که روی اون پایه گیت قرار میگیره. این لایه عایق باعث میشه جریانی بین گیت و ساختار داخلی جریان پیدا نکنه. پس کنترل ماسفت تقریبا بدون مصرف توان انجام میشه. اما ماسفت ها چطوری خاموش روشن میشن؟ وقتی هیچ ولتاژی بین گیت و سورس نباشه، در زیر گیت الکترون کافی وجود نداره. پس کانالی بین سورس و درین تشکیل نشده. در نتیجه جریان عبور نمی‌کنه و ماسفت ما خاموش می‌مونه. اما در حالت روشن چطور؟ وقتی ما یک ولتاژ مثبت به گیت اعمال می‌کنیم، توی نوع N البته، ولتاژ مثبت گیت الکترون‌های آزاد رو از ناحیه P به زیر گیت می‌کشه. کم کم یک لایه نازک و غنی از الکترون‌ها تشکیل میشه. این لایه همون کانال رسانه‌ست. حالا بین سورس و درین مسیر باز میشه و جریان عبور میکنه. به ولتاژی که ما به گیت میدیم و کانال شروع به تشکیل میشه بهش میگیم آستانه ولتاژ و بستگی به مدل ماسفت ما داره. اگر ولتاژ گیت کمتر از مقدار مشخص باشه کانال ما کامل تشکیل نمیشه و ماسفت ما نیمه روشن میمونه یا کاملا خاموشه. حالا اگر به گیت یک ماسفت N چنل ولتاژ منفی بدیم چه اتفاقی میفته؟ در اینجا الکترون‌ها کاملا دفع میشن، کانال کاملا از بین میره و ماسفت به طور کامل قطع میشه. به همین دلیل هرگز نباید به گیت ماسفت N چنل ولتاژ منفی بدیم. این رو باید در نظر گرفت که هرچه ولتاژ گیت بیشتر بشه، الکترون‌های بیشتری جمع میشن و کانال پهن‌تر و مقاومت کانال هم کمتر میشه و جریان بیشتری هم عبور میکنه. این یعنی گیت دقیقاً مثل یک شیر آب عمل میکنه. اگه به گیت ولتاژ کم بدیم، مسیر باریکتره و جریان کمتری عبور میکنه. اگه به گیت ولتاژ بیشتری بدیم، مسیر پهن‌تر و هموارتر میشه. ماسفت های N چنل تا حد زیادی متقارن هستن. یعنی از نظر ساختار تفاوت زیادی بین سورس و درین وجود نداره. اما در عمل سورس معمولاً پتانسیل پایین‌تری داره و درین معمولاً محل جذب الکترون هاست. در اینجا جهت الکترون ها رو در نظر میگیریم. بنابراین در این انیمیشن الکترون ها از سورس به درین حرکت میکنن. اما در واقعیت ماسفت های N چنل وقتی پای گیتشون تحریک میشه جریان از درین به سورس برقرار میشه. این دقیقاً تفاوت بین حرکت الکترون ها و جریان مرسوم رو روشن میکنه. برای مثال فرض میکنیم یک لامپ 12 ولت داریم و یک باتری 12 ولت و همچنین یک ماسفت N چنل. اگر به گیت ولتاژ کافی ندیم، سورس و درین قطع هستن و لامپ ما روشن نمیشه. اما وقتی به پایه گیت یک ولتاژ مثبت وصل میکنیم، کانال تشکیل میشه. سورس و درین به هم متصل میشن و لامپ ما روشن میشه. این دقیقاً همون کاریه که ماسفت ها در ربات ها، پاور ها و غیره انجام میدن. ماسفت ها بر اساس نوع کانال و حالت اولیه به دو دسته تقسیم میشن. نوع افزایشی که در حالت عادی خاموشه و با اعمال ولتاژ گیت روشن میشن. رایج‌ترین نوع ماسفت ها از همین نوع هستن. نوع دیگه که داریم نوع کاهشی هست. در این حالت ماسفت روشنه
و با ولتاژ گیت قطع میشه که N چنل و P چنل نامیده میشن. نوع N متداول ترینه چون مقاومت روشن شدنش کمتره، سرعت بسیار بیشتری داره و جریاندهی بالاتری هم داره. حالا چرا ماسفت ها از ترانزیستورهای BJT بهترن؟ در ماسفت ورودی گیت تقریبا بدون جریانه. سرعت سویچینگشون خیلی بالاست. مناسب مدارهای امروزیه. راندمان خیلی بالا. برای منبع تغذیه ها خیلی خیلی مناسبه. و توان تلفاتی خیلی کم. گرم شدنشون هم کمتره. و خیلی راحت تر توسط میکروکنترلرها کنترل میشن. به همین دلیل دنیای الکترونیک مدرن تقریبا کاملا به سمت ماسفت رفته. ماسفت ها در دل کوچکترین آی سی ها تا غول های صنعتی حضور دارن. هر جا که قرار بشه چیزی با سرعت نور روشن و خاموش بشه یا انرژی با دقت کنترل بشه، ماسفت واقعا نه نمیگه. اونها استاد کلیک های نامرئی هستن که بدون صدا، بدون جرقه و با سرعت بسیار بالا کار میکنن. این روزها ماسفت ها جایگزین کلید های مکانیکی، ترانزیستور های بی جی تی و حتی رل ها شدن. هم سریع ترن و هم کم مصرف تر. ماسفت ها قلب تپنده منبع تغذیه سویچینگ هستن. در اینورتر ها هم همینطوره. در سیستم هایی که توان خیلی زیادی قرار رد و بدل بشه، ماسفت ها واقعا خیلی خوب عمل میکنن. مثل اینورتر های خورشیدی، UPS، دستگاه جوش و غیره. اینجاست که قدرت واقعی یک ماسفت خودش رو نشون میده. ماسفت ها در دنیای دیجیتال واقعا جایگاه ویژه‌ای دارن. مثل ماسفت های میکروسکوپی که داخل آی سی ها قرار گرفتن. این شاید باور نکردنی باشه، ولی تمام پردازنده ها، رم ها، آی سی ها از میلیون ها ماسفت بسیار ریز ساخته شدن. انگار یک شهر بزرگ دیجیتالی داریم که هر ساختمونش یک ماسفت کوچیکه. به طور ساده اگه ماسفت نبود دنیا هنوز تو عصر ماشین های قدیمی شاید گیر میکرد. کاربرد دیگرشون هم در کنترل سرعت موتور با PWM. وقتی میخوایم یه موتوری رو آروم، سریع یا خیلی سریع بچرخونی، ماسفت وارد میشه و با PWM سرعت رو مثل یک DJ تنظیم میکنه. در این مدل هم کاربرداش توی موتورهای کولر، ربات‌ها، فن‌ها و موتورهای 12 ولت خودرو. مورد بعد مدارهای محافظتی هستن. ماسفت در نقش یک محافظ مدار عمل میکنه. محافظ اتصال کوتاه، محافظ جریان بالا، جلوگیری از اتصال معکوس، محافظ پاور بانک، صاف استارت یا همون راه اندازی های نرم. و این رو نباید فراموش کرد، مدار وقتی احساس امنیت میکنه دلیلش همین ماسفت ها هستن. یک جمع‌بندی نهایی کنیم. ماسفت یک ترانزیستور کنترل شونده با ولتاژه. گیتش تقریبا هیچ جریانی نمیکشه. با بالا رفتن ولتاژ گیت کانال تشکیل میشه و جریان راه میفته. هر ماسفت یک ولتاژ آستانه داره که با رسیدن به اون روشن میشه. از موبایل ها تا نیروگاه ها، از ربات تا خودرو، همه از ماسفت استفاده میکنن. دنیای دیجیتال امروزی واقعا بدون ماسفت قابل تصور نیست. و جمله آخر اینه که ماسفت ترانزیستور محبوب عصر دیجیتاله. سریع، کم مصرف، قدرتمند و همه کاره. اگه این ویدیو برات مفید بود لطفا لایکش کن و کانال ما رو داشته باش که کلی انیمیشن های علمی در راه داریم. تا دیداری بعد، بدرود.